خدا قوت، خسته نباشید. من درسی که جلسه گذشته دادیم مثل جلسات قبلترش یه مرور خیلی خیلی سریع میکنم و میریم سر درس بعدیمون. آقای شرافتی بریم بعدی. اینا که یادمون هستش که اون خودآگاهی رو، یادمون هستش خودشناسی اهمیتش، اهمیت دین اسلام نسبت به خودشناسی، و گفتیم خودشناسی به دو قسمت میشد، یه لایه های خیلی روتر که من مثلا فرزند کی هستم، قدم چیه، رنگ پوستم چجوریه، و خودشناسی در لایه های عمیق‌تر که گفتیم باید بریم کنکاش بکنیم و ببینیم علت بعضی از افکارمون، بعضی از کارهامون، بعضی از رفتارهامون به خاطر چی هستش. ببخشید اون قبلی، دو عامل مهم در فرآیند شخصیت مطلوب و حفظ سلامت که گفتم بارها سوال امتحان بوده، عزت نفس و سرسختی و تاب‌آوریه. عزت نفس و کتاب همراه با کرامت نفس گرفته. عزت نفس همون احساس ارزشمندی بودش، گفتیم به اصل و نسب و ثروت و اینها ربطی نداشت. اگه دارای عزت نفس باشیم اعتماد به نفسمون خیلی میره بالا، احساس با ارزش بودن میکنیم، خودمون رو خلیفت الله میدونیم، و بعد میگیم خلیفه خدا کار خطا کمتر میکنه، و برای احترام و ارزش بیشتری بله تندتر میریم بریم بله. اگر هم عزت نفس نداشته باشیم گفتیم امکان داره اعتیادهای رفتاری پیدا بکنیم و لحاظ عاطفی و روانی دچار مشکل بشیم. چیکار کنیم که عزت نفسمون بالا بره؟ با هدف باشیم، برنامه ریزی بکنیم برای زندگی خودمون و سعی کنیم با دیگران ارتباطات خوبی داشته باشیم. عزت نفس باعث شکلی شخصیت درونی محکم و استوار میشد. سرسختی و تاب‌آوری گفتیم باید به هدفمون منگنه بشیم. من به شما توصیه کردم، گفتم توی تد، توی اون نرم تد که میرید حتما راجع به گریت مطالعه کنید، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه در آینده زندگیتون. و ما یاد میگیریم از طبیعت، از درخت‌ها در مقابل طوفان، از تو هنگام سرمای زمستون که چقدر در شرایط سخت با سعی و تلاش خودشون میان و اون مشکلات رو پشت سر میذارن. افرادی که سرسخت و تاب‌آور هستن تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنن و به جای اینکه فاجعه بسازن از یک موضوعی مثل همین مثلا کرونا، سعی میکنن اون رو متوجه بشن و توانمندی‌های خودشون رو افزایش بدن. بله بله بله. تاب‌آوری قابلیت درونیه که در تعامل با محیط، اون جلسه قبل دوبار توضیح دادم، تقویت و توسعه پیدا میکنه. این نیستش که من تاب‌آور نیستم دیگه، خب نه، یاد میگیریم اون رو تقویت کنیم، توسعه بدیم در تعامل با محیط. یکی از مؤلفه های بسیار مهم در بهداشت روان توی سلامت جسم و روان سرسختی و تاب‌آوریه. یاد بگیریم زود از پادر نریم، زود یاد بگیریم که خیلی زود خودمون رو نبازیم در مقابل، دو بار نمره بعد میگیریم، دو بار، ده بار تو تست نمره بعد میاریم و فکر نکنیم که دیگه دنیا تموم شده، بلکه بدونیم در ادامه مسیر میتونیم جبران بکنیم. افراد سرسخت و تاب‌آور برخلاف افراد فاق تاب‌آور در مشکلات زندگی، این سه تا ویژگی که باز گفتم سوال امتحانتون بوده، تعهد، کنترل و چالش پذیر هستن. پس افراد سرسخت معمولا متعهدترن، کنترل دارن روی خودشون و روی رفتارهای خودشون. چرا؟ چون که یاد گرفتن که سرسخت تر باشن و چالش پذیرن. چیکار کنیم که تاب‌آورتر باشیم؟ عزت نفس، هدف داشتن، خوشبین بودن، مراقبت از تغذیه‌مون، دلبستگی های مثبت و تقویت مذهب و معنویت در ماها باعث می شد که بله. راجب استرس، استراب، افسردگی و خشم، تفاوت استرس و استراب و یه نفر کمک من می تونه بکنه بگه چی بود؟ آفرین. استرس مثلا تو چی بود باعث استرس ما می شد؟ امتحانات می تونست، ولی توی استراب معمولا شناخته شده نیست. ولی ما تو استراب داریم مثلا سگ رو ببینم، گرگ رو ببینم، مضطرب بشم. پس اونجا یه عامل مشخص داشت. ولی اکثرا استراب موقعی که اون به خصوص استرابی که غیر قابل کنترل هستش، موقعی که هیچ عامل بیرونی نداره و من رو از پا در میاره. پس بریم بعدی. علائم هشدار دهنده که گفتیم اگر این علائم رو تو خودمون ببینیم نشون دهنده اختلالات روانی رفتاری ما، ناامید بشیم، احساس درموندگی زیاد داشته بکنیم، دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، از مرتب غیبت دارم، مدرسه نمیرم، سر کلاس ها حاضر نمیشم و یا محل کار خودم حاضر نمیشم، خیلی زود عصبانی میشم، گفتم خیلی آژیته شدن، پدرایی که وقتی میان خونه نگاه میکنن که خیلی خیلی به هم ریختن، یا خودمون باز همینجور رفتار و افکار عجیب داشتن. سالاد رو یادتونه توضیح دادم براتون، کلماتی که نامربوط بود کنار هم دیگه میذاشتیم، نگاه میکنه که داره با یکی حرف میزنه یا با خودش داره هی صحبت میکنه، البته هدفون نداره، ولی خب همه آدمایی که شما تو خیابون میبینید که گاهی اوقات
رفتارهای عجیب و غریب از خودشون سر میزنن و احساس مداوم تشویش و دلهوره دارن. بله، استرس توضیح دادیم، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، نمیتونیم ذاتاً خوب و بد نداره. بله، استرس مثبت کمک میکرد که ما باعث هوشیار باشیم، بتونیم نیازهامون رو درمان بکنیم، به نیازهامون برسیم، به هدفمون برسیم. ولی اگر اختلال در عملکرد، هر و هر کدوم از اینها، اختلال تو خشم هم همینجوره، هر وقت اختلال در عملکرد ایجاد شد ما میگیم اون فشار روانی بدی هستش. بله، گفتیم استرس میتونه اگر مداوم باشه، یه استرسای کوچیک مثل یه امتحان داریم تموم میشه، ولی صبح تا شب شما تا 40 سال بخواید امتحان بدید، این عامل استرس میتونه برای شما خیلی مشکل زا بشه. بچه‌هایی که سال گذشته کنکور داشتن و کنکورشون هی عقب میافتاد و اونا هر هفته یه خبر میشنیدن، اون میتونه بچه‌ها رو از لحاظ روحی و روانی خیلی صدمه پذیر کنه، حتی میتونه باعث فشار خون بالا بشه، نبضشون رو بالا ببره، تپش قلب، ناراحتی معده، سردرد و سرگیجه، تعریق و لرزش. بله، اثرات زودگذارش هم چمچین زیاد مشکل ساز نیستش، ولی اگه طول بکشه بدتر هستش. بله، چیکار کنیم که با استرس مقابله کنیم؟ ایمان به خدا، صبر و حوصله، ورزش، نرمش، عصبانی نشیم، دوش آب سرد، رو تنفسمون کنترل داشته باشیم، گاهی اوقات هم اوقاتی رو اختصاص بدیم تو شبانه روز که فکر کنیم در رابطه با امور شخصیمون. بله، استراب واژه‌ای است که عموماً در توصیف یک حالت خاص که با احساسی از فشار درونی، پس فشار درونی، ترس و هراس همراهه. طبیعیش اونه که از یک استراب طبیعی یه حیوان درنده‌ای فرار می‌کنیم. غیر طبیعیش این بود که گفتیم یک دفعه بدون اینکه هیچ عامل خاصی باشه، الان فکر می‌کنیم که یه حادثه‌ای در کمینمونه یا تو خونه یا برای دوستمون یا برای پدر و مادرمون داره میفته، به شدت مضطرب میشیم، دلهوره میشیم، خیلی به هم ریخته میشیم. بله، علائم بدنیش، یادتون باشه تو علائم بدنی بیقراری، باز اونا که سوال امتحان نهایی رو نگاه میکنن، بیقراری جزو علائم بدنیه ولی بیتابی جزو علائم روانی هستش. تپش قلب، تنگی نفس، بی‌اشتهایی، خب اینا معلومه علائم بدنیه. علائم تفکرش خیلی گیج، سردرگم، حواس پرت، کنترلش از دست داده، هی افکار تکراری تو سراغش میاد، اینا جزو علائم استراب هستش. بله، خب گفتیم سه تا راه برامون مشخص کرده بود برای مقابله با فشار روانی استراب، یکی بازداری چیکار و یکی برون ریزی و یکی جایگزین کردن خواستا، و مثال هاشو که شما باز مرتب اینها رو توی سوالات تست خودتون میبینید دیگه. از این به بعد کلاسمون از جلسه قبل تا به انتهای کتاب 15 نمره شماست که مرتب از این جاخالی ها و این سوالات میاد. همونجور که گفتیم که اگه هر روز یک ساعت خاص رو به فکر کردن درباره نگرانی ها و استرابامو فکر کنیم، جزء روش های تو بازداری بود، اون جعبه که استراب خودونو میریختیم توش و درش رو میبستیم میشد جزء بازداری. پس ما برنامه ریزی میکردیم و اون سعی میکردیم استرابمون منتشر نشه. برون ریزیش این بود که میومدیم استرابمون رو بازگو میکردیم، حرف میزدیم با دوستای خودمون که من این داره منو مضطرب میکنه و اونا به ما آرامش میدادن. حالا اگه بگیم که با تو همین برون ریزی با نگرانی ها و استرابمون گفتگو میکنیم، به اونا میگیم من اصلا این گونه فکر نمیکنم، تو نمیتونی من اذیت کنی، مزاحم من نشو، اگه این کلماتو دیدیم یاد برون ریزی میافتیم. یعنی چی؟ یعنی که من خودم دارم با اون علائم استرابی خودم دارم صحبت میکنم. جایگزین کردنم مشخص بود، اگه باز تو این آیتمایی که با زرد نوشتیم حواسمون رو از اون موضوع پرت کنیم، یه موضوع دیگر تو ذهنمون بیاریم، بریم ورزش بکنیم، وقت گذاری با دوستان بکنیم و داستان بخونیم و کارهای هنری که گفتم، دفترچه‌های نقاشی، خیلی به خودتون به خانواده‌تون تو این ایام کمک میکنه. بله، بله، اختلالات استرابی گفتیم که میتونه یا انزایتی دیزوردر میتونه علائم جسمی داشته باشه، خالی شدن سر دل، تنگی نفس، تنگی تپش قلب، تعریق، سردرد و اینجور مسائل که بریم اینو تو کتاب نیست من ازش میگذرم. بله، اینم بگذاریم. دپرشن، افسردگی، که گفتیم 60% بود، اگه خاطرتون باشه 60% از اون 24% که ما قبلا 23% یا 24% میتونه یه عواملش، میتونه یه عواملی باشه که تو کانون خانواده ما اتفاق افتاده، طلاق والدین، بیماری صعب العلاج، یه نفری که ویلچری شده، یکی از عزیزانی که فوت کرده، و یا بیماری ها و اختلالات جسمی، سر و سکته مغزی و تروما به سر یا ضربه به سر، کمخونی، سرطان، اینا میتونه باز از عوامل افسردگی باشه. و مشکلات تغذیه‌ای گفتیم ویتامینای بی میتونن پس افسردگی ایجاد کنن، کم بودشون، و
سابقه بیماری تو خونه بعضی از خانواده ها بیماری دپرشن یا افسردگی زیاد هستش. همه ما گاهی اوقات افسرده میشیم، ولی مهم اینه که این افسردگی رفتار و عملکرد ما رو در طولانی مدت مختل نکنه. یادمون باشه که اگه تشخیص و درمان افسردگی خفیف یه مدت دو هفته از یه ماه شش ماه، اگه من اینو درمان نکنم، اگه راهکارهای خیلی راحتی که داره دنبالش نرم، امکان داره منو زمینگیر بکنه و این افسردگی به شدت پیدا بکنه و روی آوردن به رفتارهای پرخطر، افزایش خشونت و یا خدای نکرده سویساید رو آدم بهش فکر کنه. بله جانم. زنده باشید. بله. چند کانسر که داره، کانسر میده و سرطان میده. و چون مردم ما استفاده از آفتاب، چون ویتامین داره، آفتاب باید بله بله. در غیر این صورت تولید نمیشه. ایشون میفرمود من ندید میگم در ایران همه ایرانی ها باید ویتامین د مصرف. بله قطعا همینجوره. حالا میشه بفرمایید به طور متوسط دوز چند مصرف کنم؟ بله خیلی مهمتره ویتامین د. بله البته ما راجع به این با بچه‌ها ویتامین دی و کلسیم صحبت کردیم و اونجا گفتیم که تمام آدمایی که رو کره زمین دارن زندگی میکنن همشون یه دونه ویتامین دی 50,000 در ماه استفاده باید بکنن. ما ویتامین دی 5,000 و 2,000 هم داریم، باید حواستون باشه 50,000 در ماه یه دونه باید استفاده بکنن. بله حتما. به من درشون توضیح دادم که گفتم من توی آزمایشایی که از بچه‌های خودمون تو درمانگاه می‌بینم واقعاً بالای، حالا آمار من آمار دقیقی نیستش، ولی انقدر زیاده که می‌خوام بگم بالای 80% کسانی که آزمایش ویتامین دی شون رو ما نگاه می‌کنیم 10 و 11 و 8 و 3 است. با اینکه خیلی فاجعه بخواد بشه باید مثلا 30 باشه. پس بعد ما به اونا چی میگیم؟ حالا اگه شما رفتین آزمایش دادین و من توضیح دادم یک از دانش آموزای ما که چقدر بیمار میشد، چقدر بیحال بود تو فیش تا 10 و 11 و توی 12 که اواسط 12 شروع کرد به ویتامین دی خوردن، خودش الان به ما میگه که من دیگه چقدر مثلا زندگیمو همش میگه من حساسیت دارم، که منم میگفتم نه این حساسیت نیست. یا بهش توصیه میکردم یه خورده ماهیای چرب مثلا ماهی شیر در زمستون بخوری. حالا اگه رفتیم آزمایش دیدیم ویتامین دی مون مثلا 2 فرض کن 20 15 18 است که خیلی احتمالش زیاده، اگر یه هم چیزی بود میای میگیم 8 هفته روزای شنبه یه روز تو هفته 8 هفته یه دونه 50,000 میخوریم، یعنی 8 تا دونه میخوریم تو 8 هفته. بعد که 8 هفتهمون تموم شد از اون به بعد ماهی یه دونه 50,000 باید بخوریم تا آخر عمرمون. جانم از شما هم ما جلوی شما داریم درس پس میدیم و خجالت هم میکشیم. البته بله. هم بحث فعالیت متابولیسم سلولی دوستان رو که دائم دارن استفاده فکری میکنن. بله همینجور اینا به غیر از این که من تو همکارای خودم که میگم بازم تو مثلا مجموعه مدرسه خودمون ما وقتی به سن 45 50 میرسیم قطعا باید روزانه یه دونه ما کلسیم باید استفاده کنیم. خب به بچه‌ها گفتیم که کلسیم هم موقعی جذب میشه که همراه ویتامین دی باشه، ولی شاید 60 70 80 درصد ما این کارو نمیکنیم. به خاطر همین هم هست که دچار پوکی استخوان میشیم. استخونای ما، بدن ما کلسیم میاد تو استخونای ما میکشه بیرون که بیاره تو خونمون، تو جریان خونمون، چون قلب ما که داره تپش میکنه، چون دستمون که داره حرکت میکنه، عضلات به کلسیم احتیاج دارن. و به خاطر همینه که شما نگاه میکنید یه پدر بزرگی تو خونه تا میخوره زمین لگنش از وسط دو نیم میشه. چرا؟ چون که اینا تو رژیم غذاییشون علاوه بر اینکه الان سالمند بودن تو خونه زیاد کلسیم و اینا لبنیات نمیخوردن، قرص کلسیم نمیخوردن. پس حتما ما باید یه خوره که پا به سنتر میذارید انشاءالله حتما کلسیم رو و ویتامین دی رو با هم دیگه استفاده کنید. جونم ببینید اصلا ما تو همه صحبتامون داشتیم انقدر شرایط زندگی ما فرق کرده. مثلا تو همون عربستان مصرف ماهی چقدر بوده؟ ماهی خیلی کمک کننده است به اینکه ویتامین، به خصوص ماهیای آبهای دریاهای شور، مثلا ماهیای شمال ما نمیگیم، ماهیایی که تو جنوب ما هستن میگو معمول، اگه شما خونت اونجا باشه اونجور ماهی بخوری، یا مثلا مردم عربستان باز همینجور. اگه رژیم غذایی خیلی خیلی ربط داره،
دو ما آمار دقیقی نداریم از اون موقع، الان که داریم میگیم نمیدونیم که آیا واقعا، یادتونه تو بحث سرطان گفتیم که چون الان آمار هی هر روز داره آمارا به روز میشه، از همه جا داره میاد، وزارت بهداشت اعلام میکنه، تازه تو کشور ما یه خود این ضعیف‌تره، الان ما میگیم سرطان رفته بالا، نه اینکه واقعا سرطان رفته بالا، شاید آمار بیشتری داره به دست ما میرسه. ما هم واقعا انقدر اطلاعات اون راجع به اون موقع کمه، راجع به رژیم غذاییشون، فرهنگ غذاییشون، که و دو مسائل دیگه میتونه توی این دخیل باشه، یعنی فقط آفتاب پوست نیست. شما یادتونه من گفتم ما 10% ویتامین دی رو از غذا میگیریم، 90%شو مثلا تو آفتاب میگیریم، پس آفتابو حتما باید بگیریم. ولی نوع زندگی های ما، نوع این که ما همش خود شما از مثلا 10 ساعت روز 90%شو توی زیر سایه هستیم دیگه، ما تو آفتاب کم هستیم. اگرم تو آفتاب بریم از عوارض آفتاب استفاده میکنیم، مثل همون اشعه های اولتراویولت که ما با هم یه خوندیم، ای و بیش، که نوع ای چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکرد، نوع بیش چجور، چون مثلا کرم ضد آفتاب استفاده نمیکردیم. پس همه اینها یه چیزایی هم که واقعا ما نمیدونیم. یعنی الان وقتی که ویتامین دی از حدود 10-12 سال قبل، سال 88 وقتی توی مکه اون اتفاق افتاد، همین یکی از کووید ها خیلی شایع شد، مثل سارس شایع شد و میگفتن هیچکی حج نره و عربستان حج رو برگزار کرد، اونجا دولت ایران اومد به همه حاجی ها یکی یه دونه ویتامین دی 50,000 داد، گفت هر کی دیروز خورده، قبلا خورده، اینو بعد الان باید بخوره، و همه خوردن. از همون موقع ویتامین دی شایع شده بود که آقا ویتامین دی همه ایرانی ها کم هستش. الان وقتی ما صحبت میکنیم مثلا توی مجامع پزشکی، همه میگن ما نمیدونیم چرا اینقدر تو ایران کمه و چرا اینقدر، یعنی میخوام بگم یه علتایی داره که واقعا آنان هستش. ما باید بگیم که آقا ما دقیق نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته که ما این مشکل رو داریم. سپاسگزاریم از شما، قربون شما، خواهش میکنم. خیلی هم رو اخلاق و رفتارامون بچه‌ها دیده بودن، استرایدش هم قبلا دیده بودن که تو خشم و توی این رفتارهای عصبانیت ها و اینا ویتامین دی چقدر میتونست موثر باشه که ما رو یه افراد آرومتری بکنه، تا اینکه یه افرادی که خستگی و خواب آلودگی و اینها بیشتر سراغ ما میان. ببخشید من اینا رو چون جلسه قبل گفتم دارم تونتون فقط رد میشم که اینا تو ذهنشون یه ریویو بکنن. و خب توی خشمم که باز با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که یه احساسی بود که میتونه به رفتار منجر بشه، رفتار خشم آلود. خشم رو همیشه بده، گفتیم نه، خشم باعث میشه که ما احقاق حقوق اون رو بکنیم، همیشه بد نیست، ولی اگر این خشم از یه حدی بالاتر رفت میتونه مشکل ساز بشه برای ماها. گفتیم بچه‌ها چه موقعی جوان‌ها خیلی خشمناک میشن؟ موقعی که تهدید یا ناکام بشن. بعد گفتیم تو روابط اجتماعی خودمون سعی کنیم کسی رو تهدید نکنیم و یا کسی رو ناکامش نکنیم. بعد برای شما گفتم سانتزو، یادتونه اون چینیه که 2000 سال قبل، که حالا حتما راجعش بخونید، خیلی افکار قشنگی داره و کتابش توی دانشکده‌های افسری چندین قرن، تو دانشکده‌های افسری الان ما هم داره ازش، از بعضی از مطالبش استفاده میشه، که تاکتیکای نظامی رو که میگه ببین دنبال دشمنت که میکنی، دشمنت راهشو نبند، اینا رو توضیح دادم، بنبست واسه درست نکن. اگر این کارو بکنی، اگه دید که ناکام، نمیتونه فرار بکنه، راه فراری نداره، میاد میفته به جونت و تا آخرین لحظه جونش باشه با تو در میفته و امکان داره به تو صدمه بزنه، اونجوری فرار میکنه و میره. حتی به خودمون هم گفتیم وقتی یه صحنه های خشمناکی رو میبینیم تو خیابون، وای نمیستیم، سعی میکنیم فرار بکنیم که اون خشم طرف دچار من، بس مثلا من رو صدمه بهم نزنه. در رفتن نمیگن مثلا این چقدر ترسو بود، بگن ترسو بود، همه اینا فراموش میشه. ولی اون چاقویی که تو شکم اون رفت، یا اون برادر بزرگوارمون که مثلا چاقو خورد و با هیکل برداشت اینجوری فوت کرد، به اون ارزشش رو نداره. جلوه های مختلف خشم، گاهی اوقات خفیفه، گاهی اوقات عصبانیت، خشونت، کینه‌ورزی، غضب، تنفر، توهین و تحقیر، اینا همه می‌بینیم تو دعواهای خیابونی که چقدر راحت با هم دیگه مثلا همین چیز زنجیره چرخ در میارن، یا نمیدونم چی در میارن، به جون هم دیگه میافتن. آثار مثبتش رو گفتیم، آثار منفیش هم میتونه جسمی، روانی و اجتماعی باشه. جسمی، وقتی ما خشمناک میشیم سردرد میگیریم، انفارکتوس میوکارد یا MI، همون سکته قلبی، ناراحتی های گوارشی. خشم از لحاظ روانی رو ما چه اثراتی میذاره؟ استراب، افسردگی، سوء مصرف، درماندگی و انزوا و تنهایی هم از علائم اجتماعیشه. باز تو اون اجتماعیش رو یادتون باشه، درماندگی، انزوا و تنهایی جزو آثار اجتماعی خشمه. اینا رو باز سوال بهتون میدن. بله، صبوری کنین برای اینکه این کنترل بکنیم خشم رو. تنفس خودمون رو یاد گرفته بودیم باید چیکار کنیم. اگه نشستیم، اگه مثلا بلند شیم بایستیم، آب خونک خوردن و همه اینهایی که، یعنی اون راههایی که باید ما یاد بگیریم برای آرامسازی خودمون. بله، ترک موقعیت، عضلات خودتون از انقباض خارج کنید. بچه ها، ما یه چیزی داریم به نام زبان بدن، شما یا بادی لنگویج، همه شما باهاش آشنایی دارید.
این هم مثلا 20 سال الان دیگه داره تو دنیا راجبش بحث میشه. توی زبان بدن به ماها میگه مثلا اینجوری کردن یعنی چی. من اگه شما رو خیلی دوست دارم، اگه بیام سرکلاس هستم میگم خیلی شما رو دوست دارم، شما چه احساسی میکنید؟ میگید این زبان بدنش مثلا با اصلا با زبانش با هم دیگه برابر نیستش. همیشه رهبران مذهبی، رهبران دینی دستشون رو، یا خود شما دستتون رو، یا من اگه بیام به شما بگم بچه‌ها من دارم خیلی صادقانه با شما حرف میزنم، اصلا شما چه علامتی از من دارید؟ چه ربطی به صادقانه داره؟ تا من بیام به شما ها، یا مثلا بگم بچه‌ها من خیلی صادقانه دارم با شما میگم، یا بیام به شما بگم بچه‌ها من دارم صادقانه به شما میگم، من رو راست دارم با شما ها صحبت میکنم، اینو میگید این زبان بدنش شبیه اون چیزی که داره صحبت میکنه. توی اونایی که مثلا دارن خدا نکرده دروغ میگن، کسایی که خشمناکن، یا تو لباس پوشیدنای ما، شما ها الان همتون با یه لباسای معمولی مثلا دانش آموزی مدرسه این، همین الان همتون یه دونه پوت چکمه پاتون کنن و یه لباس پلنگی این تکاورا دستون برن، میخواین از در و دیوار بالا برین، چه اتفاقی میفته؟ ببخشید استاد عذرخواهی میکنم، من چه اتفاقی میفته تو توی این؟ اینه که زبان بدن رو فعل ماها اثر میذاره. چه اثری گذاشت؟ من لباس ورزشی میپوشم، مدرسه میگه بدون لباس نمیتونید بازی کنی. میگه آقا ربطی نداره که، آقا چه ربطی داره؟ مثلا من میگه چرا، وقتی تو لباس ورزشی پوشیدی بدنت آماده این میشه که مثلا بتونی یه مسابقه، بتونی یک ورزش خوبی رو انجام بدی. خیلی از یا تو حباب فضایی، هر کدوم از ماها یه حبابی رو داریم، اینو تو زبان بدن به ما میگن. من اگر یه ماشینی اومد پیچید جلوم، خیابونم باز یه ذره میاد جلوی من فکر کنم یه اتفاقی افتاد، این اومد به حریم من تجاوز کرد، میخوام برم حالش هم برم بگیرم، انقدر میرم که تا مثلا یه سبقت ازش بگیرم و اینو بندازم تو اون لاین. چی شد این حریم؟ وقتی داریم با هم صحبت میکنیم، میخوای آقای شرافتی بیا اینجا، الان من دارم مثلا با شرافتی دارم صحبت میکنم، بعد من وقتی اینو همین حالات که الان میخواست یه پاشو بذاره عقب، من با دانش آموزای خودم این کارو میکنم، تا لب پله ها میبرم دیگه پله میخواد بیفته پایین، یعنی من هرچی جلوتر میرم شرافتی الان که چون میدونه دیگه وایستاده، تو حالت معمولش اینه که شرافتی یه دونه عقب تر میره، یعنی سعی میکنه اون حباب فضایی من باهاش حفظ بشه. اینو بفرمایید. خیلی خیلی کمک، بعد از این کمک میکنم به نیروهای پلیس، میگم وقتی آدما حباب فضاییشون تو هم دیگه رفت، این باعث میشه که آدما رو رفتارشون کنترل نداشته باشن. میخوایم بریم با مینیبوس بریم اردو، وقتی هر کی یه صندلی داره خیلی آقا همه نشستن و میرن، کافیه یه دونه از صندلی ها دو نفر روش بشونن، یعنی یا مثلا میگن آقا سه نفر میشه وسط وایستن، از اون لحظه که وسط وای میسین حباب فضایی تو هم فرو رفت، از اون لحظه است که سیخونک ها شروع میشه به هم دیگه، تو چرا اینجایی، تو چرا اونجا. به خاطر همینه که به افسرهای پلیس میگن وقتی مردم تظاهرات میکنن، اینا رفتارشون هی همدیگه رو تشجیع و تشدید میکنه، میگه یه گاز اشکاور بنداز توشون، اینا از هم فاصله میگیرن، حالا که فاصله گرفتن دیگه نمیزنه شیشه بهش کنه، دیگه خودش میشه به خودش. از در مدرسه دارم میرم بیرون، تو مدرسه که مثلا بعضی از مدارس زنگ دارن 7 8 دایی میرن، 7 8 تا بچهای خیلی سانتیمانتال خیلی خوبم هستن، با هم که دارن میرن زنگ خونه ها رو میزنن، یکی یکی یه شهری درست میکنن تو محله، ولی همون وقت تنها میشه دیگه این رفتارها رو نداره. تو بله اینا بیشتر خود عامل آره. حالا کتابی هست به نام ملاقات، کتابی هست مالای آلن پیس، خیلی بهتون کمک میکنه به رفتاراتون. من وقتی آخر کلاس هم میشه و مثلا بچه ها خسته میشن، یا پاهاشون رو تکون میدن، اونا که خودکار دارن خود، یا مثلا یکی از رئیس جمهورای سابق ما اون خبرنگار میگفتش که من وقتی ازش سوال پرسیدم راجع به مثلا که شما گفتین فلان کشور باید محو بشه، این مرتب با تای خودکارش تق و توق میکرد، میگفت این تحت استرس و تحت فشار قرار گرفته بود از این سوال من. به معلمه میگن آقا دیدی بچه‌ها مثلا به اینجا رسیدن، بدون که اینا یه نفس یه دقیقه مثلا بهشون یه استراحتی بده، یا حالا خودتون رفته یه کسایی که تو مطب نشستن تو حالت انتظار، تو حالت انتظار ما چی میگم؟ میگن یه نفر رو میخوای مثلا یه خورده سرشو پایین بیارید، یه خورده اتوتا بغلی بشونش، یه خورده منتظر بمونه، بعد در مقابل تو خیلی فروتن میشه، خیلی به خاطر همین تو مطب ما نگاه میکنیم مردم میشینن دیگه، میگه این خیلی اهمیت داره، این دکتری که من دارم پلوش میرم سرش هم خیلی شلوغه، حالا از یه حدی که بیشتر شد دیگه پاهاشون رو تکون میدن، اینور اونور میکنن خودشون رو، رفتارهای استرابی. یکی از چیزا که تو خشم اتفاق میفته اینه که ماها تمام به خاطر اون هورمون آدرنالین و هورمون های دیگه که تو بدنمون داره ترشح میشه، بدن ما، قلب ما، تپش قلب ما، همه اینها کمک میکنه که ما یه روحیه هیجانی و روحیه خشمناک پیدا بکنیم. پس یکی از راه های مقابلش این بود که گفتیم خیلی آسون بود، آب خوردن و تغییر وضعیتمون بود، یکیش هم این که اگه من عضلاتم سفت شده و الان آماده مثلا یک
هجوم هستم عضلات خودم رو ریلکس و شل بکنم. وقتی عضلاتتون رو شل کردین و افتادگی به عضلات خودتون دادین، دیگه اون حالت خشم از خودتون میره. پس لباس ما، همونجوری که گفتم، لباس ارتشی، لباس پلنگی پوشیدیم، رو مغز ما اثر میذاره، رو رفتار ما اثر میذاره. به ماها میگن مهمونی میخوای بری یه لباس خاص بپوش. به ما میگن رنگا رو ماها اثر میذاره. پس اگر لباسمون، اگر پوششمون اثر میذاره، باید بدونیم که نوع این که چجوری تو زبان بدن اینو بهتون بگم تا این بیشتر متوجه بشه. شماها دیدید مثلا تو فوتبالیستا وقتی، یا هر کسی وقتی موفق میشن، تمام بدن خودشون رو باز میکنن و مثلا میگه من موفق شدم، موفق شدم. هیچ وقت یکی رو نمیدید اینجوری که من موفق شدم. جمع شدن تو خود رو نمیبینید. حالا تو مجلس اعضا هم برعکس، هیچ وقت نمیبینید میگه وای مرد، مثلا اینجوری به مرد. همه وقتی میخوام بگم مرد، مثلا میگه سرش میزنم، میگن آقا جمع شدن تو خود مال موقعی که یا گارد گرفتن. من الان میخوام با شرافتی صحبت کنم، شرافتی هم دستاش اینجوریه. تو مصاحبه ها به ما میگن ببین تا وقتی داری با دانش آموزت صحبت میکنی این شکل نشسته، هر چی بهش بگی فایده نداره، این گارد گرفته. بعد میگن چیکار کنم؟ میگم مثلا یه لیوان آب بهش بده، همین که دستش باز شد نفوذپذیری از تو بیشتر میشه. میخوام بگم اینا، پس بدن ما همین فرمی که گرفتیم به خودمون میتونه رو اعمال و رفتار ما اثر بذاره. توی خشم هم سعی کنید فقط خودتون یه تغییر بدین. خیلی عصبانی شدین از یکی، جهت خودتون و موقعیت خودتون رو یه خورده نفس بکشین. مکانیزمای نفس کشیدن رو هم براتون گفتم که چجوری نفس خودمون رو چند ثانیه حبس نگه داریم، CO2 تو خونمون بره بالاتر و ما رفتارهای بهتری رو توی این زمینه پیدا کنیم. خب اولویت‌های توصیه‌های خود مراقبتی برای حفظ سلامت روان رو گفتیم. اولویت‌هامون رو مشخص کنیم، مدیریت زمان داشتن، کارهای خودمون رو زمان‌بندی بکنیم و تمرین مواجهه با موقعیت‌های استرس‌زا رو یاد بگیریم. توی اون کارگاه‌هایی که می‌ذارن برای خشم و استرس اینا، به ما یاد میدن که اگه ما تو موقعیت‌های استرس قرار گرفتیم، موقعیت‌های خشم قرار گرفتیم، چجوری باید روی رفتارمون کنترل داشته باشیم. بله، سعی کنین که اهدافتون برای اینکه ماها خشم و استرسمون کمتر بشه، اهداف واقعی‌گرانه داشته باشیم. سعی کنیم با اون شرایط خودمون رو تطبیق بدیم. این تطبیق دادن اون جمله‌ای بود که گفتیم تو اون اول، گفتیم کسانی لحاظ روانی آدمای سالمی هستن، یکی از چیزاش این دلایل مهمش اینه که اون فرد قابل تطبیق، خودش بتونه در محیط‌های مختلف خودش رو تطبیق بده. اگه می‌بینیم مثلا مدرسه اون عوض شد، دیگه نمی‌تونیم خودمون تطبیق بدیم، رفتیم تو یه خونه گرفتیم می‌خوام شب بخوام، میگم من فقط تو اتاق خودم، بالش خودم، این نشون دهنده که ماها یه جای کارمون مشکل داره. تطبیق دادن یکی از مهمترین چیزایی که نشون میده که سلامت روان وجود داره. مراقب کمالگرایی باشیم بچه‌ها. کمالگرایی ما رو بیچاره میکنه. کمالگرایی یعنی یه چیزی که اولا من همیشه میخوام به اوج برسم، من همیشه باید بهترین باشم. خیلی خوبه تو ظاهرا، ولی میخوام خونه بخرم، میگم من 70 متر به درد نمیخوام، من با 100 متری باشه. پولم الان مثلا به اندازه 65 متر، میگم بذار یه خورده جمع کنم، یا 70 متر، میگم نه الان خونه نمیخرم، بذار پولامو جمع کنم خونه سر. تا میخوام خونه 100 متری بخرم، خونه 6 برابر شده. دو مرتبه میرم تای جدول میافتم. تلاش میکنم، یعنی تو کمالگرایی ما اون هدفی که خودمون داریم بلد نیستیم که باید یک دو سه هامون چجوری باشه تا به اون هدف خودمون برسیم. پیش بینی هامون گاهی اوقات مختل میشه و ما تو درس خودمون هم داریم و خیلی قصه مند میکنه بچه‌ای رو که، یا آدمایی رو که آدمای کمالگرا هستن، خیلی همیشه تو خودشون قصه دار هستن و همیشه میخوان تو هر جا میرن بهترین بشن. چه لزومی داره من بهترین بشم همیشه؟ من نمیگم بهترین کار رو نکنیم، نشد. من تلاش خودم رو میکنم، با تمام وجودم تلاش میکنم. حالا شدم نفر اول، شدم نشدم، شدم سوم، شدم چی شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. این همه آدمایی که رتبه سوم و پنجم شدن چی شدن؟ مثلا الان میگم آقا فلان دانش آموز حالا پنجم شد، چهارم شد، یا تو اگر، اما این هیچی از تلاش ما کم نمیکنه. من به شما گفتم در جلسات قبل، گفتم ما همیشه خوبتر باید داشته باشیم. خوب به درد نمیخوره، حتما خوبتر، ولی خودمونم به آب و آتیش نمیزنیم برای اون. یادتون باشه هیچ کسی انسان کامل نیست، هممون نقص داریم. از اشتباه نترسین، اشتباه معلم خیلی خوبیه، باعث کسب تجربه شما میشه، به شرط اینکه بدونیم اگه اشتباه کردیم باید تجزیه و تحلیل کنیم. معلمین شماها تو پیش دانشگاهی میگن، بارها هی بهتون گفتن آقا هر چقدر امتحانات جامعه مهمه، از اون مهمتر تحلیل آزمون شماست. میگن تا امتحانتو تجزیه و تحلیل نکنی موفق نمیشی. چرا؟ چون تجزیه و تحلیل اشتباهات هستش که باعث میشه شماها اشتباهات خودتون رو بفهمید و دو مرتبه تو اون چاله ها. ولی بعضی هم ما هستیم که تجزیه و تحلیل نمیکنیم، 10 بار امتحان میدیم، 10 بار همون اشتباهی قبلی خودمون رو میکنیم. کافی بود تجزیه و تحلیل خودمون تجزیه و تحلیل درستی باشه. سبک زندگی اونم خیلی خوب، خیلی مهمه که ما بیایم سبک زندگی سالم داشته باشیم. غذای خوب بخوریم، غذا بر روی رفتار ما اثر میذاره.
شماها میدونید یکی از غذاهایی که به شماها خیلی توصیه میکنم بخورین حتی تو این دوران کووید 19 اینه که شماها زینک به بدنتون برسونید. زینک رو سیستم ایمنی ما اثر داره. عدس سرشار از زینکه، ولی حالا من به این جنبش کاری ندارم. عدس یه کار دیگه ای میکنه برای نوجوانا، اینی که هورمون‌هایی که تو بدن ما، هورمون‌های به خصوص مردانه که تو بدن ما بود رو یه خورده تو ترشحش یه کنترل ایجاد میکنه، ماها رو آروم‌تر میکنه. ما تو مجموعه خودمون مثلا همیشه سعی میکنیم به بچه‌ها هر چند وقت یه بار می‌خوایم بریم، به خصوص اردوان می‌خوایم بریم، یه عدسی چیزی بهشون مهمونشون می‌کنیم، میگیم آقا هیئت داریم یه عدس. واقعا عدسی تا خیلی حد خیلی زیادی میتونه شماها رو آروم، حالا شما خواستین مقابله بکنید فلفل بزنید تو فلفل. پس غذا رو رفتار ماها میتونه اثر داشته باشه، هیجانات ما رو، غذاهای تند خوردن، غذاهای گوشتی خوردن در مقابلش غذاهای گیاهی خوردن، بله، استراحت کردن و تند و دستور نمیدیم. خواسته همونو بریم بعدی هم که بریم اینو گفتین. تغییرات رو همون تطابق است، تغییرات رو یه جزی از زندگیتون بدونید، هیچ چیزی ثابت باقی نمیمونه. تلکل ایامون و دابله و بین الناس، اگه من رئیسم فردا گفتن نه دربونه در هستی نباید بهم زیاد بر بخوره، یه موقع خطا کردم، یه موقع میگم آقا اصلا این دنیا من امروز رئیس جمهورم فردا یه چیز دیگه‌ام. این گردش ایام برای همه افراد هستش. گروه های حمایتی درست کردن، مثل صندوق های غزل حسنه خانوادگی درست کردن، همه اینا باعث میشه که ما لحاظ روحی و روانی آسیب پذیری خودمون رو کمتر بکنیم، که توضیحش رو دادیم، گفتیم مثلا میریم گروه های جهادی، عکساشو دیدیم، میریم کمک به دیگران میکنیم و اینا همه باعث میشد که آرامش روح و روان ما میشد. بچه ها این هم مهمه، این البته همه شماها فکر میکنم بیش از خود من رعایتش میکنید، زمان استراحت و تفریح داشته باشید و بتونید از اوقات فراغت خودتون لذت ببرید. اون لذت بردن خیلی، من خوشحال شدم دیروز وقتی دیدم شما اون مثلا بین زنگ تفریح یا اون یه چند دقیقه یه بازی خیلی مختصری تو خودتون داشتید، این واقعا شما رو هم آروم، حالا لحاظ مدرسه نمیدونم، ولی کلا باعث آرامش ما میشه. وقتی مغز اون آرامش پیدا کرد باعث میشه که ما بتونیم راحت‌تر هم امور خودمون رو پیگیری کنیم. این یاد بگیرید نه بگویید رو خیلی خیلی مهمه. الان ما توی درس بعدیمون که راجع به مواد مخدر و سیگار اینا می‌خوایم صحبت بکنیم، یکی از چیزاست که ما همیشه باید به بچه‌هامون از کودکی یاد بدیم. آقا یاد بگیر، هیچ لزومی نداره من معلم بیام مثلا لپتو رو بگیرم، آقا چه لزومی داره؟ هیچ لزومی نداره تو میری خرید بکنی سوپریه بیاد به تو بگه مثلا کوچیکت، به برادر بچه‌های کوچیکمون، به برادرای کوچیکمون یاد بگیم که آقا نه برات باش بگو در تو پول زیادی رو تاکسی میگیره. آدم خب خیلی راحت میگه آقا ببخشید این کرایه‌اش، من هر روز دارم میام مثلا این مقدار. ماها گاهی اوقات به خصوص توی سنینی که سن متوسطه یک هست خیلی نه گفتن برامون سخته. اگر یاد بگیرین نه بگیرین، دوستتون میخواد بیاد خونتون دم کنکورتونه، میخواین با میگه نه ببخشید من الان درس دارم، من باید مثلا به مطالعات خودم برسم، از نه گفتن خجالت نکشین. اتفاقا دیگران به شما امتیاز میدن، میگن اگه ما خونه اینا بخوایم بریم آمادگیشو نداشته باشه، میگه نه مثلا میگن الان یه روز دیگه تشریف بیارین. اشکال از اونجاییه که خونمون آمادگی نداریم، دعوت هم میکنیم، یا یکی میگه میخوام بیام، بله بله خیلی خوشحال میشیم تشریف بیارین. از اون موقع که میاد هم به خودمون یه بدو بیرا میگیم، هم به اون بدو بیرا میگیم تو دلم. خودم نه میگم، میگه الان من موقعیتشو ندارم، من امکانش رو ندارم. به جای وقت گذاشتن بر روی اولویت های دیگران یاد بگیریم نه بگیم. به جای اینکه رو اولویت های دیگران که اولویتش این بود که امشب شام خونه من باشه، بیایم نیازهای دیگران رو بر اساس اون مسئولیت هایی که خودمون داریم برنامه گذاری بکنیم. برنامه ریزی هم که خیلی مهمه، بله. ورزش کنید، باز به زندگی معنوی خودتون. بچه ها ماها توی مسئله روح و روان با هم دیگه چند بار این رو دیدیم توی اسلاید ها، هر کسی که خودشو پشتشو داد به کوه دماوند تو اعتقادات خیلی کمتر است، هر چی هم ولش بدی انگار سفتر، انگار یه جزئی از کوه داره میشه. اونایی که گفتن چه خدای بزرگی داریم در مقابل این مشکلات، خیلی راحته. پدرش فوت کرد، خدای نکرده مادرش فوت کرد، حادثه‌ای واسش پیش اومد، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو مدیریت بکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو کنترل بکنه، تا اینکه یه دفعه آدم نگاه کنه که دنیا به آخر داره میرسه، الان من دیگه باید چیکار کنم و مثلا بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه هیچ راهی نمونده. همین کنکوری که داریم میدیم، همین درسی که آقا حالا شو من تمام تلاشمو مردونه کردم، گوش کردم، درسامو خوندم، حالا یه حادثه‌ای افتاد مثلا پیش افتاد نتونستم برم. یکی از بهترین بچه‌های ما چند سال قبل سر کنکور وسط کنکور حالت تهوع پیدا کرد، بعد مثلا برگش خراب شد، نمیدونم مشکلات اینجوری پیدا شد. خیلی خیلی دانش آموز خوبی بود. حالا بعدی پیش میاد سال بعدم که بخواد بره کنکور بده شاید یه اتفاق دیگه ای بیفته. حالا اگه من واقعا تای اعتقادم این بود که آقا خدا داره منو مدیریت میکنه، خدا داره واسه من برنامه‌ریزی، یه موقعی خنسیای توشه که قطعا میتونه برای من خوب باشه، به شرطی که من وظایف خودم رو به خوبی و به درستی انجام بدم، از این به عنوان بهانه استفاده نکنم. و
بعد میدونید بچه‌ها هر چقدر که ماها سنمون میره بالاتر، تجربیتمون میره بالاتر، اینا رو بیشتر میبینیم. من حالا با شما ببخشید این یه مثال هم بهتون بزنم، این که ماها میگیم همه چی دست خداست، توی زمان جنگ آقای سعیدیان رو بعضی هم میشناسن، یکی همکلاسی ماها بود، ما توی شلمچه بودیم و تو خلاص خیلی شرایط سختی بود. آقای خامنه ای هم موقع رئیس جمهور بودن و اومدن به جبهه ها سر بزنن، من جمله اومدن تو سنگر ما. صبح اون روز یادم مثلا تولد امام رضا علیه السلام بود یا شهادت امام رضا علیه السلام بود، صبحش سعیدیان به ماها گفتش که وای، چون مشهدم خیلی زیاد میرفت و مشهدی بودن و اینا، به ماها گفتش که کاش که من مشهد بودم، انقدر هر سال من این موقع مشهد بودم. و خب یه حرفی بود که ماها گفت. آقای خامنه ای اومدن تو سنگر ما بازدید بکنن، نماز ظهر عصر رو خونده بودیم، غذا اون رو خورده بودیم. آقای بعد یه دفعه سعی، خب اینا هم همسایه بودن تو خیابون ایران با آقای خامنه ای، بعد بهش گفتن که ما حسین ما می‌خوایم بریم برای چیز، می‌خوام برم مشهد، میای؟ ببینید صبح چی گفته بود، نماز ظهر عصرش اون شلمچه خونده، نماز مغربشاشو توی حرم امام رضا علیه السلام خونده. اصلا این تو دنیا یه چیزایی وجود داره برای اونایی که یک اعتقاد دارن، اعتقادم نداشته باشین هیچ وقت سراغتون نمیاد، اگه اعتقاد داشته باشین بهش میرسید. اینکه من خودم وقتی همیشه به هم میگفتن آقا تو یه مثلا چک لیست داشته باش بنویس، یا تو الان بهتون میگن تو اتاقت بنویس عکس دانشگاه تهران رو بزن، عکس مثلا هر جا میخوای بری، بعد میگن بابا اینا مسخره بازیه. منم خودم جزو اونایی بودم که همیشه میگفتم نه بابا این حرفا نیست، هر چی سن. بعد خودم میگم خدای کاش که من مثلا یه نفر گوش منو میگرفت به من میگفت ببین وقتی که به خود هر روز صبح گفتی من باید فلان بشم، قطعا میشی، قطعا میشی، شک نکن. فقط اون چیزی که اون که باز اون قانون مجنت رو به شما گفتم جذبش میکنید، انقدر بدونین که خودتون بدونید انگار تمام در و دیوار داره کمک میکنه تا شما به اون هدفی که برای خودتون مشخص کردیم به اون هدف برسیم، به شرطی که میگم هم اعتقاد داشته باشین هم حرکت کردن به سمت اون. و اینی که هی به ماها میگن که تو زندگی معنوی تمام اتاقتون رو سیمکشی کردین، بهترین لامپا رو گذاشتین، همین کارا رو کردین، ولی اون دو شاخه رو تو برق نمیزنید، اون دو شاخه خدا اتصال برقرار نشه، هر کاری بکنید هیچ چی نمیشه، چون هزار تا هیچ کدومتون نمیدونین سردرد میگیرین نمیگیرین، هفته قبل از کنکور یه حادثه براتون اتفاق میفته، برای اقوام آدمت، هیچ کدوم اون چیزا رو تا یک ثانیه بعد خودمون خبر نداریم. حالا وقتی اون دو شاخه رو اون اتصال برقرار شد، اتصال گاهی اوقات اون دعای مادر است، مادری که مادر عصبانی کردیم خستش کردیم، پدری که ذلتش کردیم، گاهی اوقات بعضی از خانواده ها مثلا تو همین ایام کووید واقعا از دست ماها ذلن. حالا شما الحمدلله دارین میای مدرسه، اون موقع همش خونه بودین رو در نظر بگیریم که آدم اونا رو واقعا بالاخره اون یه سنی گذشته، چقدر سختی ها، چقدر همین الان که شما اینجا این اونا یه استرس خاصی تو دل پدر مادرای شماست که نکنه فلان بشه، نکنه اله بشه. پس در هر صورت میخوام بگم گاهی اوقات این که ما هی میگیم زندگی معنویت خودتون رو به زندگیتون معنویت بدین، از همه وقت بیشتر به دعا احتیاج داریم، از همه بیشتر به این وقت داریم که مثلا سر اون رو سجده باشه. حالا بعضی از اوقات هم ما فکر میکنیم سر رو باید بلند کنیم زودتر بریم سراغ تست. آقا یه زمانی من باید برای خودم که دیدیم اینجا برای خودم باید وقت بذارم، باید خودم رو خودم کار بکنم، یه زمانی من باید دستم بیشتر رو به آسمون باشه و بیشتر بگیرم، دفترچه یادداشت روزانه داشته باشیم، وقایع رو بنویسیم، خیلی به استرس، به رفع استرسمون کمک میکنه. کودک شدن، من جلسه قبل که به شما گفتم من یه دونه دفترچه نقاشی خریدم، دفترچه نقاشی بزرگترم دارم رنگ میکنم، سه چهار نفرم یه نیشخندی تو لباشون اومد که آه مثلا یه چیزی شه. خب ولی واقعا ما احتیاج داریم گاهی اوقات کودک بشیم. من بارها به شما گفتم تو این دو سه جلسه و واقعا چیزی که تو مجموعه خودمون هم داشت رنج میکشم همین که آقا بچهای ما اصلا بلد نیستن به زبون بیارن تشکر کردن، یاد بلد باید بلد باشیم و واقعا هی باید گفت، هی باید به هم دیگه بگین آقا میخوای بری در مدرسه بیرون، در مستخدم است، همه آدم میگه آقا دست درد نه، چون اونم به امید این نشسته که نه به امید اینا، یعنی آدم وقتی اینو رفعش گفت خدا قوت خسته نباشید، اصلا یه احساس دیگه پیدا میکنه. مثل بچه‌ها دلای کوچیکی داشته باشین، یاد بگیرین دلتون عین آینه، یاد بگیرین که احساسات خودتون رو بیان کنید، یاد بگیرین نقاشی کنید، فیلم دیدن. البته ما تو فیلم دیدن هم اون توصیه های خاص خودمون، اصلا برای شما فیلم هایی که خشونت توش داره یه فیلم هایی که نامربوطه که نگاه نمی کنید، ولی تو این ایام فیلم هایی که پرحادثه از خشونت داره اصلا به هیچ عنوان بهتون توصیه نمیشه. مدل های نقاشی رو رنگ کنید، مارپله بازی کنید، بادکنک هوا کنید، بادبادک درست کنید، همه این کارا باز کمک میکنه که شماها یه خورده اون استرس ها رو و اون اضطراب ها رو راحت تر بتونید مدیریت کنید. خب برای هر گونه اضطراب، استرس، ناامیدی، خشم، ترس، گشنگی، تشنگی که اگه بخواید رفع بشه کتاب سلامت و بهداشتتون رو مطالعه کنید، مطمئن باشید انشالله معجزه میکنه. من ساعت 5 وقت شما گرفته نشه، درس بعدی رو انشالله خیلی از شما عذرخواهی میکنم، از بزرگان که زنده باشین، قربون شما، سلامت باشین انشالله.